الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين با عرض سلام و شب بخیر خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم و آرزوی توفیق هرچی بیشتر در راستای یادگیری مفاهیم دینی امیدوارم که در هر کجا که هستید تندرستی و صحت با شما همراه باشه و در سایه لطف الهی مسیر درست و صراط مستقیم رو بتونیم همیشه پایبند بمونیم و با شناخت بهتر و بیشتر و تشخیص دقیقتر در شبهات و در تاریکی ها و در فتنه ها و آزمایش های عصر خودمون نجات رو حاصل کنیم. به توفیق الهی و در سایه لطف او و با شکر به درگاه او تونستیم چندین نام و صفت رو از پروردگار خودمون بشناسیم و در ارتباط با مصادیق مختلف و معانی این صفات توقف و تأملی داشته باشیم و وظیفه خودمون رو در قبال مقام و جایگاه والای پروردگار خودمون یاد آور بشیم و مقام و جایگاه حقیقی او رو در ذهن خودمون تداعی کنیم. نام و صفتی که در این برنامه مد نظرمون هست و از الله متعال مسئلت داریم که در فهم و درک بهتر اون به ما توفیق بیشتری عنایت بکنه، یکی دیگر از صفات و نام‌های مبارکه‌ای هست که در قرآن کریم در سیاق و سباق یکتایی و الوهیت یکتای پروردگار متعال برامون اومده است. صفت و نام مبارک الحی. الحی که از اصل حیات این واژه اخذ شده است. از نظر واژگان عربی به عنوان صفت مشبهه ازش یاد میشه. و فرق صفت مشبهه با اسم فاعل در این هست که اسم فاعل دلالت بر صفت حادث یا حدوث صفت رو در موصوف بیانگر هست و اگر به صیغه مبالغه منتقل بشه کثرت این صفت رو در قالب حدوث حادث شدن بیانگر هست. صفت مشبهت بیانگر ثبوت و دوام هست، دوام صفت با موصوف. صفات الهی در واقع از دو جنبه ما بهش میتونیم نگاه کنیم، از جنبه لزوم این صفات به ذات الهی که ثابت هست و تفاوتی بین اسم فاعل و صفت مشبهه وجود نداره. الله متعال در ذات خودش غافر هست اسم فاعل و غفار هست صیغه مبالغه با کسرت، همونطوری که حی هست زنده و علیم هست صفت ذاتی هست.
و به اعتبار دوم که میتونیم بگیم اعتبار گونه‌ای یا موردی به مرتبط هست به مشیت پروردگار متعال که غافر هست برای توبه کنندگان. مثلا وقتی که این به طور موضعی یا به طور موقعیت مختلف این صفت به الله متعال نسبت داده میشه، به مشیت او مرتبط است. الله متعال رحیم است، ولی در این حال رحمت الله قریب من المحسنی، یرحم من یشاء یغفر لمن یشاء. در نتیجه صفات پروردگار متعال، اون صفاتی که فعلی هست، گاهی ذات او به این صفات وصف میشه که دائم و ثابت هست، و گاهی به طور موردی الله متعال به این صفت وصف میشه که در این موقعیت مرتبط به مشیت او هست. اما صفات ذاتی او صفاتی هست که دائم و ثابت با ذات او همراه هست و از ذات او جدا نیست، مثل علیم، مثل صفت حی که ما الان داریم در ارتباط با اون صحبت میکنیم. الله متعال مشیت او، اراده او، علم او و به همین صورت حیات او صفات ذاتی دائم و ثابتی هست که از ازل بوده و تا ابد باقی میمونه. وقتی که ما صفت حیات رو به موجود نسبت میدیم، در واقع صفت مقابل اون که ممات هست یا مرگ هست یا موت هست رو ازش نفی میکنیم. صفت حیات در موجودات ضمن مفهومی که در ذهن همه ما وجود داره این هست که اول اینکه موجودی که حیات داره یعنی پایدار و باقی هست، یعنی بقا هنوز براش وجود داره، اگرچه در یک عرصه زمانی معین بقا براش تعیین شده باشه، ولی دلیل بر این است که فعلا هست. دوم تأثیرگذاری هست، نقش داشتن هست، هر موجود زنده ای تأثیر گذار و نقش داره. چی میخواد گیاهی باشه، چی میخواد یک موجود زنده ای میکروبی باشه، و چی میخواد انسانی یا حیوانی باشه. و دوم تأثیر پذیری هست، هر موجود زنده ای تأثیر پذیر هست از اطراف خودش، از شرایط خودش و به همین صورت از محیط خودش. این سه صفت در برگیرنده صفت حیات یا بیانگر زنده بودن یک موجود هست. وقتی که ما این صفت رو به الله متعال نسبت میدیم، همونطوری که قبلا هم بارها مکررن گفتیم که صفاتی که به طور عموم الله متعال ارزانی کرده از این صفات به مخلوق خودش داده، به طور طبیعی آن گونه که شایسته و بایسته مقام الهی هست به الله متعال این صفات رو نسبت میدیم. کیفیتش، حد و حدودش، محدودیتی نه زمانی و مکانی نمیتونیم براش قائل بشیم، و به همین صورت ذاتی بودن این صفات در ارتباط با الله متعال ایمانی هست که ما بهش داریم، در صورتی که همه موجودات تمام صفاتی که دارند کسب شدنی هست. این نکته رو هم باید اضافه کرد که حیات در واقع اساس و پایه وجود تمام صفات دیگر هست.
یعنی وقتی که حیات وجود داره همه صفات حیثیت و ارزش دارن و وجود میتونن داشته باشند. و وقتی که حیاتی نباشه هیچ صفتی ارزشی، همه صفات بی ارزش میشن. تا زمانی که من و شما زنده هستیم، نام داریم، نشان داریم، حیثیت داریم. وقتی که مردیم دیگه کسی اسم ما رو نمیبره، حتی نام ما رو نمیبره، میگن جنازه. جنازه رو دفن کردیم، چون نقشمون، تأثیر ما، حیثیتمون با موت داره دفن میشه. البته نامی که میمونه بحث مستقلی هست، ولی در مجموع این هست که تمام صفات یا توانمندی هایی که ما داریم به مجرد مرگ اون رو از دست میدیم. نه کسی میتونه حکاکی بکنه از درون مغزمون علممون رو بیاره بیرون، و نه هم میتونه از داخل بازو و داخل ماهیچه های ما قدرت های جسمی ما رو تخلیه بکنه. و تمام توانمندی های مختلفی که ما داشتیم، چشم و بینایی رو از دست میده، گوش ما شنوایی رو از دست میده، و پوست ما قوه لامسه رو از دست میده، و احساساتمون کلن تموم میشه، هیچ حسی در هیچ زمینه ای نداریم. صفت کمالی که به الله متعال اساس و پایه کمال صفات دیگر به شمار میاد، صفت الحی است. حی لا یموت، پایداری که پایدار بوده و خواهد بود و هیچ گونه زوال و فنایی بر اون وارد نمیاد. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. تمام اون چه که هست، تمام موجودات و خلائق مسیری دارن به عنوان فنا و نابودی، تمام داشتهای خودشون رو دست میدن، فقط او هست که باقی و جاویدان وجود داره و خواهد داشت و داشته. و تمام ما حیات خودمون رو از او گرفتیم. هو یحیی و یمیت. یکی از تفاسیری که برای واژه حی شده، خیلی ها این رو از گفتن اسم فاعل از یحیی هست، یعنی محیی. حی این صیغه مبالغه از زنده کننده هست. در کل در این حال که این صفت ذاتی هست، در این حال از همین صفت ذاتی فعلی هم اشتقاق یافته و اون هست محیی. یحیی الموتا، محیی الموتا، یحیی و یمیت، و حی و هو حی لا یموت. و مختصر اگر بخواسته باشیم در ارتباط با این صفت تعریفی رو ارائه بدیم، باید بگیم که کمال حیات پروردگار متعال در کمال صفات ذاتی رب ذوالجلال است، و کمال صفت دوم که قیمومت قیوم هست، که باز بهش در جلسه آینده خواهیم پرداخت، در صفات فعلی پروردگار متعال است. و دو صفات فعلی و ذاتی در کمال خودش الوهیت یکتای پروردگار متعال رو در بر داره. این مطلب رو قرآن کریم برامون به وضوح و روشن برامون بیان میکنه. صفت حی در قرآن کریم 5 مورد اومده. اولین موردش سوره بقره هست که آیت الکرسی که اکثر ما اون رو حفظ داریم. عظیمترین و بگیم که
طولانی ترین آیه در وصف پروردگار متعال. نو جمله به صورت وصفی، نه به صورت اسمی. ما به صورت اسمی در سوره حشر، خاتمه سوره حشر، در دو آیه صفات مکرر پروردگار متعال رو همراه با بیان الوهیت او و پادشاهی و حکومت او داشتیم. در اینجا به طور وصفی هست، الله لا اله الا هو، اولین وصف، الحی القیوم. دومین وصف مرکب، لا تأخذه سنة ولا نوم. سومین وصف با جمله، له ما في السماوات وما في الأرض. چهارمین و به همین صورت تا آخر میریم، جمله به جمله تأکید بر یک موضوع داره بدون واو و عطف هست. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نو جمله مكرر مياد و همشون به طور طبقاتی روی یک جمله قرار میگیره و اون الله لا اله الا هو. فقط میخواد یک مطلب رو بگه، یکتایی الوهیت پروردگار متعال، الوهیتی که عبادت به حق او رو ثابت میکنه، الوهیتی که التجاء به درگاه او رو برامون ایجاد میکنه، الوهیتی که توکل و امید راسخ به مقام او برامون پدید میاره، و الوهیتی که وابستگی و دلبستگی عمیق و دائم و ثابت رو بین ما و او ایجاد میکنه. پرمعناترین و عمیقترین تعبیر قرآنی، الله لا اله الا هو، تمام مفاهیم دینی، تمام آموزه های الهی همشون بر اساس این جمله قائم است، الله لا اله الا هو. و با این وصف شامل و جامع تمام اله‌ها و خدایانی که مقام الهی بهشون داده شده و شایستگی این مقام رو ندارند، با این جمله مختصر و مفید حذف میشن و نفی میشن. همه اونها برشون گونه های مختلف نقص و ناتوانی عارض هست که با کمال حیات الهی و قیمومت پروردگار متعال بر زمین و آسمان در تعارض است. و شایستگی و صلاحیت هیچ کدوم از این خلائق موجودات در زمینه الوهیت داده نمیشه. اولین آیه که گفتیم این صفت درش میاد، آیه 255 سوره بقره، همون آیه الکرسی هست که باز هم با قیوم همراه هست. دومین موردی که باز هم با قیوم صفت الحی اومده، ابتدا و آغاز سوره آل عمران هست، الف لام میم، الله لا اله الا هو الحي القيوم. جالب اینجاست که در سوره بقره و سوره آل عمران که هر دو اینها به عنوان دو سوره جفت میتونیم بشناسیم در ویژگی های مشترکی که بینشون وجود داره،
این دو صفت یا این دو آیه مرتبط با یک موضوع هست. ابتدا یعنی این دو صفت الحی و قیوم، ابتدای هر دوی این آیه با الله لا اله الا هو آغاز میشه و ارتباط این آیه با آیه ما بعد مرتبط با دین و آیینی که باید ازش پیروی کنیم، نظام و شریعتی که صلاحیت و شایستگی اطاعت کردن رو داره رو بیان میکنه. در آیه الکرسی یا در آیه 25 سوره بقره بعد از اینکه این آیه تموم میشه میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین شریعت راه هدایت براتون روشن شد، اجباری هم وجود نداره. اون راه فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقا لا انفصام لها والله سمیع و علیم. این اصل دین، شریعت و نظام الهی اینا در سوره بقره، در سوره آل عمران به شکل دیگری میاد، نزل علیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و انزل التوراة و الانجیل، در قالب نزل علیک الكتاب، کتاب نظام شریعت، یعنی اون حی و قیومی که دائم و ثبات وجودی جزء صفات دائم او هست، دوام و صفات وجودی، صفت دوام جزء صفات ذاتی او هست و قیمومت و سرپرستی و مدیریت جهان رو به دست داره، اون هست که براتون دینی فرستاده، آیین شریعتی فرستاده که میگه لا اکراه فی الدین، اون هست که براتون کتابی فرستاده، نزل علیک الکتاب بالحق، میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید. در آیه سومین آیه‌ای که باز هم همین صفت با قیوم میاد، آیه 111 سوره طه هست که میگه در وصف آخرت که همه تسلیم حکم الهی میشن، در اونجا قرآن کریم میگه وعنت الوجوه للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما، در اون موقع همه چهره ها و همه صورت ها در مقابل پروردگار متعال خاشع و خاضع در میاد، چه اون کسی که در دنیا نافرمانی کرده و چه اون کسی که نکرده و اطاعت کرده، چه اون کسی که کفران نعمت کرده و چه اون کسی که شاکر الهی بوده و عابد پروردگار متعال بوده، همه اونها در مقابل مقام الهی و در مقابل پروردگار زمین و آسمان سر به زیر و تسلیم هستند و اونجاست که وقد خواب من حمل ظلم، جاست که اون کسی که ظلمی رو مرتکب شده جا به جا کرده حقوق رو، چی میخواد حق عبودیت الله باشه که به غیر الله داده باشه، حاکمیت و سلطه الله باشه که به غیر الله انتقال داده، جایگزینش رو غیر الله کرده، و چی میخواد شریعت و قانونی باشه که برای غیر الله اون رو هم واگذار کرده، اطاعت و تعظیم و تسلیمی باشه که بازم در قبال غیر الله این کار رو انجام داده باشه، و حق و حقوق مالی باشه که جا به جا کرده، موقعیت های انسانی باشه که درست رعایت نکرده، حق پدری رو، مادری رو، قومی رو، خیشی رو، معلمی رو، همه اینها جا به جایی هست، جا به جایی حقوق هست
که بهش ظلم گفته میشه. و این شرک لظلم عظیم، بزرگترین جابجایی و ظلم در واقع شرک است. این سومین موردی است که قرآن کریم باز هم یاد آور میشه، صفت حی بودن یا حیات الله متعال رو. دو مورد در سوره بقره و آل عمران بود که وظیفه ما در دنیا رو بیانگر میشه، و مورد سوم میاد آخرت که باز هم جایگاه پروردگار متعال رو برامون توصیف میکنه، موقعیت الله متعال رو در آخرت و در مقابل خلائقی که حشر میشن در قبال دادگاه عدل الهی. و چهارمین موردی که باز هم در سوره فرقان آیه 58 اومده، حی به تنهایی هست بدون قیوم، ولی درش قبل از اون که صفت حیات پروردگار متعال رو یادآور بشه، وظیفه ای رو برامون بیان میکنه که اون وظیفه از توکل و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل بکن به اون موجودی که زنده هست و موت برش عارض نمیشه. به هر چیزی تو توکل کردی، بهش دل بستی، بهش تکیه کردی، بهش اعتماد کردی، بالاخره زوال رو داره. ولی حی لا یموت فقط الله متعال هست که شایستگی حقیقی توکل و اعتماد دائم و ثابت رو داره. و سبح بحمده و کفا بهی بذنوب عباده خبیرا، و به پاکی یاد کن پروردگار متعال و تسبیح الله متعال رو با حمد او بگو. کفایت میکنه الله متعال که آگاه هست بر گناهان بندگان خودش، جرم و ظلم و ستمی که در حق بنده در مقابل بنده در قبال بنده انجام میده. توکل بکن الله آگاه هست چی داره اتفاق میفته. مسیر درست رو برو و به الله متعال استمداد بجو و به او تکیه کن و به حمایت او امید ببخش. و پنجمین موردی که باز هم این صفت به تنهایی میاد، سه مورد با قیوم میاد و دو مورد به تنهایی میاد، مورد سوم یکتایی الله متعال دوباره مثل دو مورد اول همراه الحی اومده، هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین، آیه 65 سوره غافر. اون الله متعال زنده هست که نیست الهی مگر او، نیست معبود به حقی فریاد رسو موجودی که صلاحیت و شایستگی توکل و اعتماد و عبودیت و اطاعت مطلق رو داره مگر الله متعال. همه اینها معنای الوهیت و اله هست. فدعوه مخلصین له الدین، پس فقط از او بخوا، به درگاه او عرض نیاز بکن و از او بخوا و دین و آیین خودت رو، شریعت خودت رو، اطاعت خودت رو، برنامه زندگی خودت رو برای او خالص بکن. دین در واقع تمام زندگی انسان رو در بر میگیره. دین در اصطلاح قرآن و در اصطلاح اسلام و شریعت محفوظ خاتم المرسلین، اعمال و فعالیت های سمبولیک عبادی فردی نیست. دین زندگی فردی و اجتماعی انسان رو از کوچکترین فعالیت ها و مخفی ترین
عملکردهایی که مرتبط با عقل قلب انسان هست رو زیر پوششش قرار میده تا بزرگترین برنامه‌های اجتماعی و سیاسی و روابط جوامع و بین الملل. این همه اینها رو مخلصانه برای الله یا در زیر چتر آیین الهی قرار بده. شاید برای خیلی ها سوال پیش بیاد که مگر دین همه اینها رو در بر داره؟ جواب باید گفت بله. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اکملت لکم دینکم، الله متعال دین کامل رو برام فرستاد، در هیچ گونه نقص و کم و کاستی وجود نداره. نعمت الهی به اتمام رسید، تمام اصول و ضوابط و مبانی لازم رو به ما آموزش داد و در خیلی از مسائل حتی جزئیات رو هم برامون بیان کرد تا اینکه چیزی مخفی نمونه. این هست مجموعه اون چه که ما در ضمن فهم درست و تداعی مفهوم واژه یا صفت و نام مبارک الحی باید در ذهن خودمون داشته باشیم. سه مورد: الله لا اله الا هو، حیات، حی دائم و ثابت با صفات کمال، به طور طبیعی نتیجش میشه که یکتا، الوهیت یکتا و مقام یکتا خاص او هست. دوم: و توکل علی الحی، صلاحیت و شایستگی توکل و اعتماد دائم و حقیقی رو فقط او داره. و سوم: هو الحی لا اله الا هو فدعوه مخلصین له الدین، فقط از اون حی باید بخواییم که نه موتی برش تاره هست و نه زوالی و نه عجز و ناتوانی. همه موجوداتی که میخواییمش میخواد اون عیسی مسیح باشه، میخواد اون عباس ابن عبدالمطلب باشه، میخواد اون ابوالفضل عباس باشه، میخواد اون محمد یا علی باشه و هر شخصیت دیگری باشه. همه اونها بندگانی بودن که حیات از اونها سلب شد و ممات براشون محقق شد و شایستگی و صلاحیت نه توکل بر اونها رو دارن، نه از اونها خواستن رو، و نه اونها رو به عنوان حاکم و به عنوان ولایت والی و متولی امور خلائق دونستن رو دارند. بیننده پشت خط هستن، صداشو میشنویم بعد از این. سلام بر شما خواهر محترم خانم حمیدی. سلام، وقتتون بخیر. ممنون، سلامت باشید. بفرمایید. من چون موضوع برنامه‌تون اسامی خداوند بود، گفتم که یه سوال در همین راستا ازتون بپرسم. البته با یه فردی آشنا شدم که یه شبهه‌ای راجع به همین اسامی خدا وارد کرد. گفتم شبهه از شما بپرسم. میگفتید چرا اسامی خدا در دین شما مردونه است؟ چرا یه اسم زنانه برای خدا وجود نداره؟ مگه نمیگید خدای شما جنسیت نداره؟ وقتی این اسم ها رو نام میبرید این دلیل بر جنس داشتن خدا میشه؟ وقتی اطلاق به مفهوم این روز میرسونه، پس خدای شما جنس داره، جنسش نره. مگر شما نمیگفتید جنس خونسا داره؟ این شبهه رو وارد میکرد که کلا میگفت که دین اسلام یه دین مردونه است و مدام به مردها بها میده. این از اسم داشتن خدا، اون از سوره های قرآن که بیشتر به نفع مرد هاست. چون میگفت مثلا سوره های قرآن رو که نگاه میکنید، سوره های اسامی مردانش کلن به مرد ها احترام گذاشته، در حالی که سوره های زنانه مثلا کلن به زن ها امر و نهی کرده. مثلا بدونم این شبه های وارده درست میگه؟ تشکر از تماسیتون، ممنون، جوابتون میدم انشاءالله. مرسی، ممنون، خواهش میکنم، الله حافظتون باشه.
بله تماشا بعدی آقای. سلام علیکم آتو آقای احمد بفرمایید. بله الو سلام وقت شما. سلام علیکم آتو الله ممنون فرمایید. من شبکه شما رو که نگاه میکنم برنامه خوبی دارید، اما متاسفانه شما تو موضوعاتون همه موضوعاتون مردن. این آیا زن نب نمیتونه تو این جایگاهی که شما هستید بشینه و یه زنی که تحصیل کرده خانمی که درس خونده؟ این نشون میده که این دینی که شما دارید ازش صحبت میکنید یه دینیه که فقط مرد سالاریه و زن توش هیچ جایگاهی نداره. و البته من اینو میگم شبکه شما توی شبکه‌ای که بالاخره اگه این صحبت من درست نبود ما میدونیم که شما از زنان هم استفاده میکردید تو برنامه هاتون، ولی اینو من نه تو شبکه کلمه نه تو شبکه شما. شما شبکه هاتون ضد زن به نوعی، نه برنامه هاتون هم فقط چهار نفر با ریش نشستن در مورد این و اینا صحبت میکنن. زندگی فقط اینا نیست، زندگی تفریح هست، خنده هست، جوک هستش. شما یه برنامه طنز ندارید، یه برنامه شاد ندارید، فقط دارید نمیدونم این زندگی رو کلا خلاصه کردید یه نمیدونم چهار تا حرف که خودتون میزنید. شبکه های دیگر رو شما دوار کنید، شبکه مناطور، شبکه بی بی سی ایران اینترنشنال، حتی تداسیمای جمهوری اسلامی خیلی بهتر از شماست. یعنی تو این بحث این که به زن ها بها میده یا نه. ممنون تماستون، انشالله که جوابتون بیدیم. این دیگه باشه خط هستن آیه بعد از آیه رحیم از ایران. سلام با شما عزیز، فرمایید. الو سلام علیکم استاد. سلام علیکم، ممنون، سلامت باشید، فرمایید. ببخشید من خواستم این بیان رو بگم، ممکنه نمیدونم موافق کلام بعد هست یا مخالفم، نمیشم بذارید کامل صحبت بکنم. اگه کلام من اشکال داره در آخر حالا یارت بکنید یا تایید بکنید. ببینید استاد عزیز، ما اصلا بین برادران شیعه ما هیچ اختلافی نداریم، داریم در کنار هم زندگی میکنیم و در مراسم هم دیگر شرکت می کنیم و همچنین علمای بزرگ ما که سالها از عمرشون گذشته در پای دست و بحث میان در مراسمات بزرگ داشته حضرت حسین رضی الله عنه شرکت می کنند در محرم، در مراسم اربعین، مولوی توسط آخوند، خاندان اکثر علمای ما اومدن شرکت کردن در این مراسم و مراسم مذهبی یا اینش برادران شیعه ما. ولی متاسفانه میبینیم در هر که رسانه اومدیم این علما رو تخریب کردیم. آیا واقعا کجای انصاف هستش که میاد علمای دفاع در این شبکه به عنوان آیا برادر زیای رحیم شما خودتون اهل سنت هستید؟ اگر بله من موحد هستم. بله موحد هستم و از اهل سنت. از اهل سنت هستید. خب آیا مراسم دهه فاطمیه، دهه فاطمیه رو شما درش مشارکت میکنید؟ بله وقتی که میبینم بزرگان ما مولوی توکلی، آخوند سخندان، آقای میرابی، وقتی که بزرگان خب. ما آقای رحیم عزیز، چگونه میتونیم ما فردی رو اهل سنت بدونیم و معتقد به این باشه، معتقد به این باشه که عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه دومین شخصیت و صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و پدر زن پیامبر اکرم حضرت حفصه برای به کرسی نشوندن رأی خودش و غصب خلافت به حق ابوبکر در خانه علی رو زد به پهلوی فاطمه زهرا نعوذ بالله و ایشون بر اساس یا بر مبنای این اتفاق شهید شد به اونچه که مدعی هستند و از اینجا تاریخ خیانت و ظلم بر اهل بیت پیامبر شروع شد و از اونجا دعای زیارت عاشورا به عنوان عبادت روزانه در مذهب تشیع تدوین شد که اللهم نعوذ بالله استغفر الله الان اول من
ولم آل محمد. خدایا لعنت کن اولین کسی که ظلم کرد بر آل محمد و تا آخرین کسی که من و شما باشیم و آخر من ایده هم در تصور خودشون. همشون اسطوره است، اینا حقیقت نیست، ولی این مذهب بر این قائم است. الان شما چطوری خودتون رو اهل سنت یا موحد میدونید و در این چنین مراسمی شرکت میکنید و کدوم عالمی که در این چنین مراسمی شرکت بکنه رو میتونید بگیشون سنی هست؟ هر چیزی تعریفی داره، هر چیزی تعریفی داره. اگر یک نفر داخل کلیسا رفت و صلیب پوشید، شما نمیتونید بگید مسلمان هست. خب صلیب پوشید یعنی مسیحی هست. غسل و جب غسل تعمید کردن مسیحی هست. هر دین و آیینی یک اصول و ویژگی های شاخصی داره که این دین و آیین از بقیه ادیان خودش جدا میکنه. مذهبی که اون رو به عنوان مذهب تشیع به مردم معرفی کردن بر اساس این خرافات و این گونه قصه ها و داستان ها و مراسم دینی هم بر اساس اینا این قصه ها ساخته شده است. حالا اون کدوم سنی هست که در این به این صورت هم سنی باشه و هم باز در این چنین مراسمی شرکت بکنه؟ نمیدونم، این تعارض و تناقض برای من قابل حل نیست برادر زاهد رحیم. الان اجازه هست من صحبت بکنم؟ پشت خط هستی، بفرمایید بفرمایید. ولی کوتاه من حرفای شما رو من تایید میکنم، ولی وقتی که ما ببینیم خدای ما یکیست، پیامبر ما یکیست، قبله ما یکیست، ما وقتی که در مراسمات برادران شیعه ما حاضر میشیم، نه اینکه ما میخواهیم شیعه بشیم یا اونا اگه شرکت در مراسم ما در مراسم عبادی که طبق عقیده ما هستش بیاین شرکت بکنن، معناش این نیست که میخواهن سنی بشن. این یعنی ما روان یک اهل سنت ایران با برادران شیعه ما در ایران موحد هستیم، اتحاد داریم، هفته بعدشون شرکت میکنیم. علمایی که من ببخشید من تو میگم علما بزرگان ما هستن، ما من عقل من ناقص، من علم ندارم، من چیزی ندارم. آقای برادر از آقای رحیم، شما میتونید یک نمونه از علمای بزرگ مثلا بگید جناب مولانا عبدالحمید در دهه فاطمیه در تاریخ فلان رفت و این دعای لعن رو خون با بقیه هم صدا شد؟ میتونید نمونه بگید برای من؟ میتونید بگید که مثلا شیخ امینی از جنوب ایران، عالم مشهور اهل سنت، یا کاک حسن امینی از کردستان، شخصیت مشهور اهل سنت، رفت و دعای نمیدونم زیارت عاشورا یا در دهه برادر شما؟ هر چیزی رو اون کسی که بخواد هم از مصلحت منافع مذهبی طرف مقابل سوء استفاده کنه و از منافع خودش، اون نمایندگی مذهب رو در عهده نداره، اگرچه لباس مذهب رو هم بپوشه. شما نمیتونید یک انسان موحد رو پیدا کنید که جلوی بت سجده بکنه، بگه ما با هم میخوایم یکی باشیم. هر چیزی هر بالاخره خط و مرز وجود داره. با این شعاری که ما نمیخوایم شیعه بشیم، شیعه شدن که لزومی نداره شما لباس معینی رو بپوشید و نام معینی رو به استفاده کنید. هر عمل کردی که تعبیر یک فکر و اندیشه داره، یعنی اون مذهب. به طور طبیعی این در هر آیین این به طور معیار شناخته میشه. برادر آقای امیر محمد پشت خط هستن، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بعد شد برادر عزیز آقای امیر محمد. بله، با توجه به اینکه وقتم کوتاه است، من سریع یکی دو حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم رو در خاتمه یادآور میشم که در ارتباط با صفت حی برامون دعایی هست در واقع، یا ذکری هست، ولی تماسی هم داریم نمیتونم من. بله آقای امیر، چون قبلا هم وصل شدن و قطع شدن، بذارید تا صحبتشون رو بکنن، سوالشون رو بکنن. بفرمایید آقای امیر. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله برات. بفرمایید. بسته نباشید. ممنون، سلامت باشید. خدمت شما هستم که در رابطه با موضوع برنامه‌تون می‌خواستم عرض کنم که اول بذارید که
اتفاقی کوچیک کنم که توقع داشتم که فردا 5 دی ماه هست، بالاخره شما باید می اومدید تبلیغ می کردید و مردم رو تهیج می کردید برای آمدن به خیابانها. این موضوعی که الان گذاشتید من می خوام ببینم چه ربطی داره، چرا شما درک به هنگام ندارید و مسئولین شبکه اینقدر موضوعات پرتی رو انتخاب می کنن. فرد 5 دی ماه، شما الان باید بیاید موضوع بذارید، مخاطبین بیان اعلام کنن که فردا میان تو خیابانها و دوباره اعتراضات رو از سر میگیرن، چون اون اعتراضات قبلی که مردم برگشتن تو خیابونها. و شما الان، من پیشنهاد میکنم به شما بالاخره موضوع برنامه که همین الان موضوع رو تغییر بدید، از این فرصت استفاده کنید، بذارید مخاطبین بیان روی شبکه صحبت کنند در مورد فردا. بله، پیشنهاد این دادید، پیشنهادتون هم فکر کنم بیننده ها شنیدن و میتونن هم پیامتون رو بگیرن و هم میتونن در این ارتباط مطلبی دارن بگن. ولی برنامه های شبکه شاید در جریان باشید که برنامه هایی ما داریم عنوان برنامه های ثابت که مجری یا کارشناس موظف هست که اون برنامه رو بر روال علمی ثابت خودش اجرا بکنه. برنامه هایی داریم بر حسب نیاز روز که اونها هم مسائل اجتماعی رو در بر داره، هم مسائل سیاسی رو، هم مسائل اقتصادی رو و بقیه مسائل رو. به هر حال شما نمیتونید بگید که چون نمیدونم فعلا من بیماری معینی دارم لباسم رو نپوشید، چون لباس برام مهم نیست، بیماری برام مهمه. نه، لباسم باید باشه. لباس بخش چیز لازمی هست که باید داشته باشید. در نتیجه هر چیزی جای خودشو داره. و در ارتباط با پیامی که دادید هم، به هر حال همین که ما تماس ها رو آزادانه میذاریم که هر فردی بیاد نظر خودش رو بده، خودش خوب، یعنی این که موقعیت دادیم به شما و به بقیه هم موقعیت داریم و نصف برنامه در اختیار شما بود. میدونستید میتونن غیر از شما هم تماس بگیرن و نظر خودشون رو، مطلب خودشون رو بگن، اگرچه اولویت ما با موضوع برنامه هست، اما در ارتباط با موضوعات خاص ویژه خب برنامه خاصی هم وجود داره. با توجه به اینکه خاتمه برنامه هست و فرصت کم هست، بذارید که دو سوالی که مطرح شد رو جواب بدم. البته فکر کنم 3 سوال بود که سال سوم رو تقریبا جواب دادیم. سوم و چهارم رو سال اول که خانم حمیدی مطرح کردن که چرا اسمای الهی مردانه هست و درش اسم زن نداریم، فکر کنم جوابشو خودتون دادید، چون الله متعال با وصف جنس وصف نشده تا اینکه براش ما صفتی مطابق با جنس او مطرح کنیم. در زبان عربی صفت به موصوف اساساً بر اساس تقلیب در قالب مذکر میاد. در بعضی از زبان‌ها اصلا تذکیر و تأنیث اصلا ما نداریم، یعنی در زبان فارسی مثلا صفت برای مذکر و مؤنث اختلافی نداره، صفت در زبان انگلیسی برای مذکر و مؤنث اختلافی وجود نداره. فقط در برخی از زبان‌ها و اون زبان‌های سامی که زبان عربی از اونها هست، زبان عبری از اونها هست، تذکیر و تأنیث وجود داره که تأنیث یک صفت عارض هست برای قرینه‌ای هست برای این صفت به کدوم موصوف مرتبط هست. وقتی که صفت‌های مختلفی میاد و موصوف‌ها متعدد هستن، برای اینکه رابطه بین صفت و موصوف تعیین بشه و خلط بین صفات موصوف ایجاد نشه، جنس هم یعنی زن و مرد یا مذکر و مؤنث هم در این زمینه نقش دارن. و یک بخش از یه موضوع زبانی هست، یعنی موضوع دستوری در زبان هست که در دستور زبان
قرائن و شواهد مختلفی وجود داره که ربط بین واژه های یک جمله رو ایجاد میکنه، این نظامی رو بین اعضای یک جمله ایجاد میکنه که این جمله این فعل مرتبط با کدوم اسم هست که اون اسمش فاعل و این اسم دیگه میشه مرتبط با اون مفعول. این رابطه رو در زبان عربی هم عدد ایجاد میکنه، فعل درش عدد وجود داره، مفرد مثنا جمع هست، هم درش جنس وجود داره، هم درش حاضر و غائب وجود داره و در صفت هم به همین صورت. یعنی این موضوع هیچ گونه ارتباطی اجتماعی نداره، یک بحث دستوری هست که در زبان دستور زبان عربی، در دستور زبان عربی اونجایی که تنوع جنس وجود داره برای اینکه در نظام جمله رابطه بین عناصر جمله تعیین بشه، جنس تعیین جنس جنسیت نقش داره. و الا اگر عموم جامعه یا عموم مخاطبین یا عموم افراد مد نظر قرار گرفته بشه، کلا در زبان عربی از مذکر استفاده میشه. این زبان هست، نه به دین ربطی نداره، این قضیه زبانی هست. در زبان عربی وقتی میگیم میخوایم به زن و مرد رو خطاب قرار بدیم، میگیم یا ایها الذین آمنوا، در زبان عربی این قانون هست. در زبان فارسی اصلا ما نداریم، مؤنث نداریم که اللاتی و الذین با هم اختلاف داشته باشه. هذه این مذکر مؤنث و هذا این مذکر اختلاف داشته باشه. این زبان عربی این قاعده دستور داره و زبان های دیگری هم هست مثل زبان عربی. به هر حال این ربطی به دین و به مفاهیم دینی نداره که چرا قرآن اختصاص داره صفات خدا رو به مذکر و مؤنث رو در این به کار نگرفته. دستوری هست موضوع. اما اینکه در قرآن مدام به در سوره هایی که در ارتباط به اسم زن هست، البته ما سوره هایی به اسم زن، سوره نساء داریم، سوره مریم داریم، به اسم زن هست و نه تنها اسلام به زن بها داده، بلکه زن اسلام بنیانگذار احیاء حقوق زن بوده در موقعیتی که زن هیچ حیثیت و مقامی رو در جامعه نداشته. دین داره میگه که جنت در زیر پای مادرها هست، بهشت از این بالاتر چی هست مگر مادر زن نیست؟ فقط فرقش اینه که شما نمیخواید از زن مادر بسازید که بهشت زیر پاش باشه، شما میخواید از زن یک زنی بسازید. یا از خواهی میگنم میگم شما، منظورم شما فرد نیستید، اونایی که ادعای حقوق زن میکنن، اونا میخواید از زن زنی بسازن که بیش از 70% اون زنها در محیط کار بهشون آزار جنسی بل اجبار در معرضش قرار گرفتن. ببینید آمار شبکه بی بی سی رو ببینید، در یوتیوب ببینید که چه چیزهایی رو براشون، چه آماری رو میاره. و زنی رو میخوان که در کشورهای اسکاندیناوی قبل از بلوغ بیش از 70% بهشون این تعرض بل اجبار شده. زنی رو میخوان که حیثیت و مقامی نداشته باشه، فقط ابزار باشه برای مرد، ابزار جنسی باشه، اون زن رو میخوان. نمیخوان زنی که با حیثیت و عزت و آبرو و مقام، جایگاه خاص خودش رو، ویژه خاص خودش رو داشته باشه. این اختلاف در اینجاست. برحال متاسفانه نگاهی سالمی نیست. و اینو باید بهتون بگم که صدها زن در کشورهای غربی، در روسیه حتی، فقط به خاطر حجاب مسلمان شدن، فقط به خاطر اینکه سالم بمونن از تعرض دیگران حجاب پوشیدن بدون اینکه مسلمان بشن. وقتی که حجاب پوشیدن احساس کردن که امنیت دارن، حیثیت دارن، مقام دارن و
و فکر بودن که این دین هست که به زن مقام میده، این مقام هست، حیثیت هست برای زن، نه پوشش در واقع یک فشار و یا یک اختناق رفتاری برای زن نیست، حیثیت و مقام هست. موضوع طولانی هست ولی در مجموع، اما اون چه که آقای احمد میگن چرا مجری های شما مرد هستن، بله ما هم خودمون شاکی هستیم چون متاسفانه نیست. اگر شما خانمی رو سراغ دارید که حاضرن این قربانی رو بدن و در شبکه های توحیدی نقش داشته باشن، ما از خدا میخواییم که بیان و کار کنن و دعوت بدن و هیچ مشکلی هم برامون وجود نداره، نبود هست، کمبود هست، فقط کمبود زن نیست بلکه کمبود مرد هم هست. متاسفانه ما کارشناس مرد هم و مجری هم محدودیت داریم نیست، متاسفانه و مقصر ما نیستیم، موقعیتی که درش هستیم هست. بله آقای رحیم هم که بس کنم پاسخشون رو گرفتن، آقای امیر هم به همین صورت مطلب خاصی نمون که یاد آور بشم. بله اما چرا برنامه طنز ندارید و برنامه شاد ندارید؟ بله نداریم متاسفانه، ما برنامه طنز و شاد ما مخالف نیستیم، ولی ما میخواییم خلایی رو پر کنیم که نیست. شما میتونید برنامه طنز رو و شاد رو در جاهای دیگه هم ببینید، ما میخواییم اون چیزی رو که شما بگیم که یعنی هر بالاخره فردی بضاعت خودش رو میاره و هر منبری هم نقشی داره، هم هر آموزشگاهی هم یک نوع آموزشی رو ارائه میده. بر حال لزومی نداره که شما در کلاس فیزیک بشینید حتما باید شیمی رو هم نمیدونم یاد بگیرید، یا در رشته ادبیات بخونید باید حتما زیست شناسی رو هم در ضمن ادبیات بخونید. نه، این شبکه خب بر مبانی یا اهداف معین و برنامه معین تأسیس شده و بر اساس این برنامه ها داریم پیش میریم و فرصت بقیه برای دیگر برنامه ها وجود نداره. و شبکه های بسیار زیادی هستند که این کار رو انجام میدن، آموزشی هستند، طنز هستند، حتی شبکه های نمیدونم خبری حرفه‌ای هستند و غیر از اونا که دیگه بی حساب و کتاب نمیشه نام برد. در کل ما داریم یک نقش معینی رو ایفا میکنیم که بیش از اون در توانمون نیست. اگر یک شبکه نمی بود، دو شبکه نمی بود، به جای یک شبکه دو شبکه مثل شبکه‌های استانی و شبکه‌های خبری و ده ها شبکه دیگه ما هم امکانات می داشتیم، بله حتما این شبکه ورزش رو هم نمیدونم اختصاصی باید می داشتیم. ولی خب امکاناتمون در این حد هست، الله یار و نگهدارتون باد. امید انشالله که در برنامه آینده بتونیم نام دیگر الله متعال که قیوم هست و در امتداد آیه نام حی مطلب و معنای خودش رو داره انشالله بررسی کنیم. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى.